سلام دوستان، رکو هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم به دلیل استقبال شما با مجموعه عکس‌های جالب شماره 4 در خدمت شما هستیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. این مجموعه رو با عکسی از جمع خوبان شروع می‌کنیم. از سمت راست زنده نام آقای محمد نصرتی، آقای شاهرخ نادری، استاد نصرت الله وحدت، استاد انوشیروان روحانی، آقای آرش ساجدی، خانم پوری بنایی، خانم نوا روحانی. در ادامه عکسی زیبا از سمت راست اساتید هنر آقایان زنده یاد محمد نوری، سیروس ابراهیم زاده و زنده یاد فریدون مشیری رو با هم می‌بینید. این عکس در سال 1369 در تهران و در منزل آقای سیروس ابراهیم زاده گرفته شده. اجرای معین در رستوران 1001 شب اصفهان سال 1355 خورشیدی. عکسی در نوع خود جالب از گوگوش و حسن شمایی‌زاده در شروع همکاری. این همکاری نزدیک به نیم قرن است که ادامه دارد و منجر به خلق آثار ماندگار و خاطره ساز فراوانی برای ما شده است. منوچهر وثوق، فریدون ژرک و فروزان در آرامگاه حافظ هنگام فیلمبرداری فیلم تکخال سال 1348. در این عکس آقای مسعود کیمیایی در کنار همسر سابقشون خانم گوگوش رو می‌بینیم که در کنار آقای ابراهیم گلستان هستند. اساتید دوبله ایران در یک قاب زیبا. از سمت راست آقایان جلال مقامی، زنده یاد احمد رسولزاده، منوچهر اسماعیلی و خسرو خسروشاهی. جناب آقای ایرج نوذری عزیز در کنار مادر گرامیشان خانم شهین جاهد. حاصل ازدواج زنده یاد منوچهر نوذری و خانم شهین جاهد، دو فرزند به نامهای ایرج و نازنین نوذری می باشد. خانم یاقوت رسولی رو می بینیم در کنار دو فرزندش دارا و مایا قربانی. عروس و دو نوه خانم گوگوش و محمود قربانی رو می بینیم. از چپ به راست به ترتیب زنده یاد سیروس گرجستانی، سعید اویسی، آتیلا پسیانی، زنده یاد محمود شهیدی، پشت سر عنایت شفیعی، نمایش غریبه، نویسنده و کارگردان زنده یاد هادی اسلامی اوایل دهه 60. پشت صحنه فیلم پنجره، اولین فیلم کوتاه آقای شاهد احمدلو به عنوان نویسنده و کارگردان با نقش آفرینی آقای مهران غفوریان سال 1371. شاهد احمدلو میگوید من و مهران در هنرستان هنرهای تجسمی پسران واقع در پیچ شمران در رشته گرافیک با هم کلاس بودیم. چند نفر بودیم که همه عاشق و شیفته سینما به ویژه فیلم‌های مسعود کیمیایی بودیم. در واقع ورود مهران غفوریان با عنوان بازیگر به سینما با اولین فیلم کوتاه من به نام پنجره بود. از سمت راست زنده یاد علی حاتمی، زنده یاد داوود رشیدی، آقای مهدی فخیم‌زاده، یوسف قاطع البحر، مربی و داور کاراته، آقای زکریا هاشمی و نشسته آقای کامران قدکچیان کارگردان سینما اوایل دهه 60 باشگاه کاراته مهدی فخیم‌زاده. جناب آقای فتحعلی اویسی رو می‌بینید در کنار دخترشون خانم کتایون. آقای اویسی چند سالی است که ساکن آمریکا هستند.
زنده یادان استاد عزت الله انتظامی و خانم فروزان در نمایی از فیلم دایره مینا در سال 1353 به کارگردانی استاد داریوش مهرجویی. اکران این فیلم در سال 1356 انجام شد. فیلم در آن زمان در جشنواره پاریس و برلین به نمایش درآمد و جوایزی نیز از این دو جشنواره دریافت کرد. خانم ثریا قاسمی، آقای مهدی هاشمی و زنده یاد غلام رضا طباطبایی در نمایی از فیلم زنده باد به کارگردانی استاد خسرو سینایی. قاب زیبا از سمت راست اساتید آقایان شاهرخ نادری، داوود حیدری، نصرت الله وحدت، زنده یاد مرتضی احمدی و بهمن مفید سال 1391 در تهران. پشت صحنه جالب از سریال پدرسالار و تولد خانم کتایون ریاحی عزیز با حضور ناصر هاشمی، محمود پاکنیت، آزیتا لاچینی، کمند امیر سلیمانی، حمیده خیرآبادی، اکرم محمدی، پرستو گلستانی، محمود جعفری و عوامل پشت صحنه سریال. جای زنده یاد استاد محمد علی کشاورز در عکس خالی است. سال 1373 در تهران. عکسی کمتر دیده شده از جوانی عزت سینمای ایران، استاد عزت الله انتظامی رو با هم می‌بینیم. در ادامه نظرتون رو به قطعه ای از جشن تولد رضا پهلوی در کاخ نیاوران جلب می‌کنم. ایشون بیتا اقبالی هستند، دختر آقای داریوش اقبالی، حاصل ازدواج اول ایشان. ژن خوب جهان پهلوان غلامرضا تختی، فرزند بابک تختی و نوه ایشان، غلامرضا تختی جوان، نوه پسری تختی که نام پدر بزرگ را یدک می کشد. ایشان در حال حاضر ساکن آمریکا هستند. سه مهماندار هواپیمایی ایران در فرودگاه مهرآباد اوایل دهه 50. عکسی دیده نشده از ثریا اسفندیاری، همسر دوم محمد رضا شاه پهلوی در سال 1380 در کشور پاریس. ثریا 4 ماه پس از این عکس در 3 آبان 1380 در شهر پاریس بر اثر سکته مغزی درگذشت. ثریا پس از جدایی از محمد رضا شاه ازدواج نکرد و تا لحظه مرگ با برادرش بیژن زندگی میکرد. عکسی جالب از خانواده فروغ فرخزاد. از سمت چپ حسین منصوری فرزند خوانده فروغ، زنده یاد فروغ فرخزاد، زنده یاد سرهنگ محمد فرخزاد پدر فروغ، زنده یاد گلوریا فرخزاد خواهر فروغ و زنده یاد مهران فرخزاد برادر فروغ. عکسی یادگاری از دانشجویان دانشگاه تهران در زمستان سال 1355 در تهران. محمد کریم ارباب، تهیه کننده و کاباره‌دار و همسر خانم جمیله رقصنده و بازیگر که به قولی قدرتمندترین مرد لاله‌زار بود. او مؤسس گروه سینماهای متحد تهران و تهیه کننده بیش از 20 فیلم سینمایی با داشتن کاباره مولان روژ در کوچه ملی لاله‌زار و چندین سینما و یک دفتر تهیه و پخش فیلم در کوچه ملی لاله‌زار، یک کتاز باند مافیایی بود که به گفته مسعود بهنود قاچاق مشروبات خارجی در دست او و باندش بود و میشد او را آلکاپون ایران لقب داد. او در سال 1352 در 44 سالگی درگذشت. عکسی رو که می‌بینید از ارباب، گوگوش و جمیله در سال 1347 گرفته شده. خانم الهه عزودی که در سال 1968 دختر شایسته ایران و ملکه زیبایی نوجوانان جهان شد.
او با نمره 19 داوران مسابقه و نظرخواهی مجله زن روز از 42 هزار نفر برنده این مسابقات شد. در انتها عکسی از چهارشنبه سوری رو میبینید که استاد شجریان و اکبر عبدی در حال پریدن از روی آتش هستند. از اینکه در این ویدیو با ما همراه بودید از شما متشکریم. لطفاً نظر خودتون رو درباره این ویدیو از طریق کامنت با ما و دیگر همراهانمان به اشتراک بگذارید.